آقای عبدالاحد رحمانی در بخش جوانان با ما هستن، رئیس اتحادیه میوه و تربار هرات، و امروز با ما هستن و میخوایم در مورد احداث پروژه‌ای که در هرات به ارزش 8 میلیون دلار هست همراهشون صحبت کنیم. میخوایم که بیشتر صحبت‌ها رو با خودشان داشته باشیم. آقای رحمانی صبح بخیر، خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام، صبح شما بخیر، تشکر از شما، یک سلام گرم خدمت تمام کارکنان و عوامل برنامه های تلویزیون طلوع و برنامه وزین بامداد خوش، و از طریق شما برای تمام هموطنان عزیز در سراسر دنیا، به خصوص هراتیان عزیز و بالاخص اعضای محترم تهدید قدیم میکنم. بسیار خوش آمدیم. هرات ما انشالله دیگه قراری بود، هرات باستان الحمدلله به نسبت دیگه ولایات جای شکر است. خدا را شکر. میخوایم که کمی بریم بعد دوره تحصیلتان. شما از ادبیات عربی فارغ شدید. بله بله. چطور خواستین که برخلاف مسلکتان برین در بخش دیگه سرمایه گذاری بکنین؟ سوال بسیار بجا و خوبه کردین امل جان. شکینیه که زمانی که من ادبیات عربی رو میخونم در هرات پوانتونی بود از طرف عربستان سعودی به نام الجامعة الاسلامی للعلوم و تقنیه یا پانتون اسلامی ساینس و تکنولوژی. بنا به امو بگراونی که داشتم تا صنف 12 به مدرسه تحصیل کرده بودم، علوم اسلامی خونده بودم، علاقه من شدم که ادبیات عربی خونم. ولی با آمدن طالبا و جبر زمان مجبور شدیم که فرار ترک کنیم پانتون و مهاجر شدیم مجددا باز رو بیاریم به کاروبار تجارت میوه. و شوق و علاقه ما در همو آوان و ابتدا ای بود که یک کار اقتصادی در پلو یک کار فرهنگی بکنه، و الحمدلله در ای جای تعریف از خود نباشد دروغ شدیم و شهرت کاذبه که داریم الحمدلله مردم به ما اعتماد کردم، و علاوه بر زبان عربی تسلط خواندن و نوشتن در زبان روسی هم دارم الحمدلله، فارسی هم که زبان مادری مونه، و همو نهایت علاقه که داشتیم برای قشر مردم محرومی که می دیدیم که واقعا نیازمند ای هستن که در همی عرصه برای خدمت بشه، مروا داشت که به کاروبار تجارت و شغل شریف می فروشی روی بیاره. بله، اولین تجربه کاری که داشتین همین؟ بله همی بود، فروش اولین بوده. اولین تجربه می البته از روز اول به عنوان تاجر یا بزنسمن نبودم، به عنوان منشی یا حسابدار رفتم در جایی و پلای ترقی یک پی دیگر پیمودیم و تا به این مرحله رسیدیم و در خدمت شما هستیم. کمی در رابطه با اتحادیه هم میشه صحبت بکنیم؟ اتحادیه میوه تربار فروشا یک اتحادیه عظیم و بزرگ، بدون مبالغه و اقرار میتونیم بگیم که بزرگترین اتحادیه در هرات، زیر مجموعه اتحادیه تجار عزیز میوه فروشان، تربار فروشان و سبز فروشان هستند که متشکل از سه مارکت عمده و بزرگ هرات، به علاوه از او دکاندارانی که در بازار به صورت پرچون فروشات دارند، و کسانی که ثبت و راجستر دفتر تهدیم هستند، اعضای دائمی هستند، 3842 نفر هستند که اینا دو طلبان آمدن ثبت تهدیه شدن و عقل عضویت میپردازند و از خدمات اتحادیه بهره مند میشن. که با این برنامه شما میخواین که همه ایسه مرکزی که هست، اتحادیه‌ای که جدا جدا فعلا کار میکرد را تحت یک چتر قرار بده؟ بله، حدود 7 سال پیش که به عنوان رئیس اتحادیه به اساس آراء پاک مردم بدون در نظر داشته هیچ علایق و سلایق به عنوان رئیس اتحادیه انتخاب شدم، اول کوشش کردن که فضای همدلی و اتحاد در اتحادیه به وجود بیاریم. قبلا به اساس سلیقه های شخصی اتحادیه جهت خود تغییر داده بود، رقابت های غیر سالم ایجاد شده بود. اول اعتماد سازی کردیم، باز فضای همدلی رو به وجود آوردیم. شکینیه که در این همدلی و اتحاد مجبوریم که از اون انعطاف نشون بدیم. انعطاف نشون دادیم و الحمدلله نتیجه داد، و امروز با همون اعتمادی که دارم مردم زیر یک سقف با یک ندا و یک صدا الحمدلله بگ میگویند، که همون منجر به این شد که ما یک پروژه عظیم و بزرگ که در سطح منطقه الحمدلله بی نظیر سوای کشور ایران که به بزرگی این پکیج یا مجتمع تجارتی مارکت میوه داره، در دگی حوزه
سیای میانه کسی تا به حال چنین پروژه تأسیس و بنیانگذاری نکرد. بله آقای رحمانی، هرات ما یک شهر علم و فرهنگ برش گفته میشن، شهر باستانی هرات برش میگن، شهرت دیگر هم در زعفران و انگور هرات داره. بله بله. صادرات انگور ما چگونه بود امسال از هرات؟ متاسفانه در قسمت صادرات انگور هرات هیچ کاری صورت نگرفته، نه از طرف دولت نه از طرف کشورهای همسایه، به خاطر که کشوری که ما و شما در جوار از همسایه داریم او کشورها هم کشورهای چهار فصل هستند، همزمان با انگور هرات ایران هم انگور داره و دهلیزهای هوایی هم که به سعی تلاش جلال ما برای سیمور کشور افتتاح شد، فکر کنم یک رکلام و تبلیغ انتخاباتی بود، سعی تلاش زیاده کردن که این دهلیزها گشوده بشه به طرف امارات متحده عربی، آذربایجان و کشورهای روسیه. متاسفانه گفته میتونم که امسال از هرات هیچ نوع انگوری صادرات نداشتیم، سوای اینکه اور کشمش کنم به عنوان اوجوش و بعدا صادر بشه، تا فعلا هیچ نوع صادرات امسال نداشتیم. و بازار زعفران چگونه بود؟ زعفران الحمدلله خوب بود، ولی در قسمت زعفران هم زعفرانکارا شکایات متعدد داشتن که دولت ترکیه تقاضا کرده بود که سالانه مقدار زیاد زعفران خریدنی کنه. متاسفانه تا همین لحظه که من خدمت شما نم چند روز پیش یک ورکشاپی بود که هم اتحادیه حضور داشتن، اونا هم شکایت داشتن که به قول خود کشور ترکیه هم عمل نکرده و تا هنوز هموت روی خط مونده همه چیز. یک چیز دیگه رحمانی صاحب، چالش هایی که دامنگیر کشاورزان ما هستند در ولایت های مختلف افغانستان نبود سردخانه ها هستند، آیا به خاطر ایجاد سردخانه ها ای اتحادیه تلاش کردن؟ امل جان عزیز، امو مجتمع تجارتی که ما به عنوان یک مارکت بزرگ در هرات به کمک اتحادیه ما انشاءالله به زودی کلنگ تهداب به ازور میزنیم، این تمام چالش های فراراه دهقین، متشبثین خصوصی، صادر کنندگان، وارد کنندگان حل کرده. در این مجتمع تجارتی الحمدلله بسته‌بندی مدرن و اساسی زراعت ما از طریق همین مجتمع میخواهیم ببریم به سوی میکانیزه شدن و در نهایت مدرنیزه شدن. یکی از چالش های عمده که در طول تاریخ و در طول تاریخ کشور ما این بوده که مطابق به میل کشور مقصد ما نتونستیم خود عیار کنیم. به این خاطر در بسته‌بندی های غیر معیاری و پروسیس غیر معیاری کشور از ما جنس خرید نکرده و الحمدلله با تأسیس ما چقدر میوه و سبزی با کیفیت در افغانستان میتونیم تولید کنیم. بله بله، 100%. در حالی که ما و شما، هرات ما و شما بالاتر از فنجان انگور داره، هرات ما و شما فراوردهای بسیار سبزیجات بسیار مرغوب و خوبی داره که در حوزه، در همین حوزه بی‌نظیره. بنابراین ما در بعد از تأسیس ازی با کمک متخصصین از دانشگاه‌هایی که فارغ میشن، امیدواری ما اینه که انشاءالله این چالش را حل کنیم و کار بنیادی و اساسی بکنیم و استارت و شروع یک برند ملی از همین مارکت میوه شروع کنیم، که انشاءالله امیدواری این است که تمام کارها شده، منتظری هستیم که شورای عالی اقتصادی در رأس شخص رئیس جمهور طرح ما را بپذیرند و ما هیچ نوع کمک از هیچ مؤسسه خارجی و داخلی دروازه هیچ کدام ما دقل باب نکردیم و صرف تمام پروژه از الف تا یا از ابتدا تا انتها به کمک و پول مردم ساخته میشه. از کمک از دولت دو چیز خواسته، یک زمین ذلیت ما هست و در دسترس ما هست، امیدواری است که زمین طویل مدت در خدمت ما قرار بدن و بعد نظارت دقیق از این پروژه کنند توسط مهندسین خارجی و داخلی که پروژه به نوع حسن پیش بره، خدای نخواسته باز در او خیانتی به وجود نیاید. کار دیگر ما از دولت نخواستیم و کار بسیار سنگینی هم نخواهد بود. زمینی که شما قبلا برای دوستا دیروز اکثر فرستادون زمینیه که غیر مزروعه و سالانه کمتر از 1,000,000 همین لحظه به اجاره هست، ولی با طرح مشارکت عامه یا PPP ما به دولت سالانه 10 برابر عواید میدهیم.
در قسمت مفاد خالص ای طرح ما دولت 12.5% همراه ما در ای طرح شریک اقتصادی ایمانه، بدون از این که هیچ هزینه بکنه. و خوب است که از هزینه پروژه قبلا گفتیم یادآوری کنیم که در سال 1395 با رایزنی که با متخصصین و انجینرهایی که از دانشگاه هرات فارغ شده بودند طرح بردن، اونا بالاتر از 8 میلیون دلار سنجش کردند که از او اخص سال میگذره. نوسانات ارزی شما شاهدیم، شکی نیه که بالاتر از 10 میلیون دلار این پروژه هزینه داره. در هر کشوری که شما چنین پروژه و چنین طرح بدین، شکی نیه که به شما مدال میدن. طرح پذیرفته شده؟ طرح پذیرفته شده، 50% وزارت ملیه پذیرفته، منتظریم که شروع الاختزی طرح ما رو بپذیره. البته کارشکنی ها میفهمید که در همه جا وجود داره، هرچی طرح و پروژه شما قوی تر و بزرگتر باشه به همون اندازه کارشکنی وجود داره. در این شکی نیه ای سومین بزنس پلان که ما میبریم، دو بزنس پلان رد شده و بزنس پلان آخری که از جمله کسانی بوده که برای ما اطمینان خاطر داده که تمام نواقص پروژه رو میگیره و این بزنس پلانه که پذیرفته میشه و آماده ایم که انشاءالله به زودی زود شاهد روزی باشیم که انشاءالله شما دعوت کنیم و کلنگ احداث از روز. بله، آیا با این طرح به کشاورزان هم کمک خواهید کرد در قسمتی که بتونن کشاورزی را با امکانات بهتر پیش ببرن؟ بسیار کوتاه. بله، یکی از مؤلفه های پروژه اینه که کشاورزار زیر مجموعه اتحادیه ایمانه، موازی 10 جریب زمین متعلق به کشاورزایه که ما کشاورزار جناب رحمانی صاحب بسیار کم فرصت دارین، در حدود 5 ثانیه فرصت دارین. معذرت. موازی 10 جریب زمینه برای پوزروسیس بسته‌بندی و به عنوان سوبسید چیزی برای کشاورزان انشاءالله میدیم. در اخیر من یک بار دیگر از شما از تمام عوامل بامداد خود تشکر میکنم. بسیار تشکر. باید ما بریم به طرف خبر ساعت 8. خبرهای ساعت 8 میبینیم. سلام دوستان عزیز، برای دیدن ویدیوهای قبلی ما اینجا را کلیک کنین و برای پیوستن با کانال یوتیوب ما اینجا را کلیک کنین.